به نام الله متعال و با عرض سلام، امرالله صالح من روایت پلیس فاسد را تغییر دادم. امرالله صالح سرپرست وزارت داخله افغانستان پس از 27 روز کار در این وزارت خانه از سمتش استعفا کرد و به تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی پیوست. به گزارش سپوتنیک به نقل از اطلاعات روز، امرالله صالح سرپرست وزارت داخله پس از 27 روز کار در این وزارت روز شنبه 29 جدی از سمتش استعفا کرد و به تکت انتخاباتی رئیس جمهور غنی پیوست. آقای صالح گفت که پیش از آمدن وی به وزارت داخله پلیس فاسد خطاب می شد، اما او در مدت نزدیک به یک ماه که در این وزارت مسئولیت داشته است این روایت را تغییر داده است. او روز شنبه در پیام ویدئویی گفت که به وزارت داخله با پیام انسجام، مرهمگذاری، اتحاد و بسیج آمده بود و نیامده بود که اصلاحات بیاورد. او گفت روحیه را بسیج میکنیم، امکانات را بسیج میکنیم، توانمندی ها و ظرفیت ها را بسیج میکنیم و با یک نیروی متحد و منسجم میرویم به مبارزه و کار. آقای صالح گفت که یافته هایش نشان میدهد که قوت و انسجام و رهبری وزارت داخله به مراتب قوی بوده، اما برداشت راجع به آن غلط بوده است. او گفت که حلقات مشخص این برداشت غلط را انجام داده بودند. او افزود کسانی که آمده بودند به خاطر برجسته سازی خود صف و رهبری پلیس را ضعیف خطاب کرده بودند. دوم، حلقاتی که میخواستند فضا را ضعیف و گسسته بسازد و با بدلاغ تبدیل کند روحیه مردم را. آقای صالح پس از گماشته شدن به حیث سرپرست وزارت داخله فهرست زیادی از افراد تحت پیگرد پلیس را منتشر کرد و شرایط ویژه را برای پلیس وضع کرد. در یک مورد او دفاتر مطبوعاتی فرماندهان پلیس ولایت کشور را از صحبت کردن با رسانه ها منع کرد. آقای صالح اما در پیام ویدیویش گفت که در 27 روز گذشته برخورد با اطلاعات را مرکزی ساخته است. او افزود که بین 30 تا 30 هزار مجرای اطلاعاتی را که ناخودآگاه اطلاعات را از وزارت داخله به جامعه می دادند و نمی دانستند که این معلومات اسرار دولتی است بسته کرده است. سرپرست پیشین وزارت داخله همچنان گفت که مانع دخالت علقه سیاست، قدرت، ثروت و جرم در تعینات در وزارت داخله شده است. آقای صالح گفت که قطع شدن این دخالت ها باعث شده که آوردن سفارش خط ها 90% کاهش یابد. تشکر از توجهتان. تا ویدئوی دیگر، خداوند یار و مددگارتان.